بریم به تورنتوی کانادا، همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی که از محل این دید و بازدید نوروزی، البته خیلی دیر نسبتاً در آخرین روزهای نوروز تشکیل شده. مهسا، بیشتر از اون میشنیم که این مراسم چه میگذره و چه تفاوتی با برنامه‌های معمولی داره. رضا سلام به تو و همراهان ایران اینترنشنال. درسته که این برنامه دیرتر از برنامه‌های معمول نوروزی داره برگزار میشه، ولی برنامه بسیار پرباریه. تمامی کسانی که از گروه‌های مختلف مشاغل میتونستن از جامعه ایرانی نمایندگی بکنن و اینجا حضور داشته باشن تا بتونن تجربیات خودشون رو به اشتراک بگذارن، به همت علی احساسی نماینده پارلمان فدرال کانادا از حزب لیبرال و آقای دکتر محمد توکلی ترقی از مؤسسه پژوهشکده ایرانشناسی اله امیدیار تونستن این کار رو انجام بدن در سه پنل دیسکاشن، در واقع میزگرد مختلف قرار هستش که این افراد از تجارب خودشون در اختیار مردم قرار بدن و در بین اون هم قرار هست برنامه‌های موسیقی داشته باشیم. من خواهش کردم از آقای احساسی از برنامه بیرون بیان کنار ما باشن، از خودشون بیشتر بپرسیم. آقای احساسی، همیشه برای جامعه ایرانی شما سعی می‌کنید که کارهای متفاوتی انجام بدین، این برنامه هم تفاوت داره با بقیه برنامه‌های نوروزی که بیشتر به شادی و دور همی می‌گذره، بیشتر سعی کردین تاکید بکنین روی نکات برتر جامعه ایرانی. خودتون این برنامه رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ عرضم به حضورتون غرض از این کار رو کردن این بود که با آقای دکتر توکلی صحبت کردم، گفتم چه خوب که بتونیم از این فرصت نوروزی استفاده کنیم، برای اینکه بدون شک نوروز موقعی هستش که هممون این فرصت رو داریم که عزیزان رو ببینیم، یه ذره فکر آینده رو بکنیم و فکر کردیم چه بهتر که با شخصیت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف اقتصادی کانادا باشون صحبت کنیم، دعوت کنیم که بتونن تشریف بیارن و تمامی کارهای ارزنده‌ای رو که دارن میکنن با ما لطف کنن، بگن بهمون چه کارهایی رو دارن میکنن. به اینکه واقعا من همیشه این رو گفتم، هر جای کانادا آدم نگاه میکنه واقعا از کمیونیتی ما آدم ستاره هایی رو میبینه که همجور که گفتم در عرصه‌های مختلف دارن واقعا میدرخشن، و چه بهتر که این رو در دسترس همه بذاریم، به خصوص جوانان کمیونیتی ما که میتونن ببینن که در حال حاضر چه کسانی هستن که پیشرو هستن و کارهای بزرگ توی مملکت دارن انجام میدن. یه نکته دیگه‌ای که به چشم من اومد همینطور که عکس‌ها رو نگاه می‌کردم، اکثریت کسایی که در این برنامه دعوت شدن زنان هستن، زنان ایرانی خیلی تونستن پیشرو باشن در عرصه‌های مختلف، درسته؟ درسته، ولی فکر میکنم جای تعجبی برای کسی داشته باشه، همونجوری که همیشه میگن after all this is 2024، so هر جا که آدم نگاه میکنه واقعا ما باعث سربلندی و افتخار هستن. ممنونم از شما، بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم. مرسی. آقای علی احساسی بودن، نماینده پارلمان فدرال کانادا، که این برنامه رو ترتیب دیدن. در میان مهمانان مهمان ویژه‌ای هم حضور داشت، خانم کریستیا فریلند که در واقع معاون نخست وزیر کانادا هستن و همچنین وزیر اقتصاد هستن و اینجا حضور داشتن و تاکید کردن به اینکه جامعه ایرانی چقدر درخشان هست و چقدر حضور خودشون رو در اینجا گرانبها ارزیابی می‌کردن که در کنار ایرانیانی باشن که سعی می‌کنن اقتصاد کانادا رو، علم کانادا رو همینطور به صورت روزافزون ارتقا بدن. رضا. مهسا، خیلی ممنونم از توضیحات تو و همچنین از مهمانت آقای احساسی که همراه بینندگان ما بودید.